در این قسمت از دروس راجع به رهبری مرد خدا در خانواده صحبت میکنیم. البته ممکنه خانم‌ها این تیپ رو دارین نگاه میکنید، خواهش می‌کنم شما ادامه بدید و به این درس توجه کنید، چون باعث میشه که حداقل به همسرتون کمک کنید که در وظایفش و اصول رو که خدا میخواد محکم بیسته و شما بتونید با دعا همسرتون رو پشتیبانی کنید. ولی الان روی سخنم به مردان خداست، عزیزانی که قلبتون رو به عیسی مسیح دادید و در این دروس رهبری میخواین رشد کنید و کلام خدا رو بشنوید، باور کنید و زندگی کنید. این دروس راجع به دروس رهبری است و الان به جلسه 10 اون رسیدیم. خدا میخواد که همه ما رهبر باشیم. در دروس قبل نیز اعلام کردیم و گفتیم رهبر کسی نیست که ریاست کنه، رهبر کسی نیست که بخواد دستور فقط بده و بگه این کار رو انجام بدن. نه، رهبر کسی است که با فروتنی و از خودگذشتگی پای دیگران رو میشوره و مسئولیتش رو میدونه و با نمونگی دیگران به دنبالش میرن. به خاطر عشقش، به خاطر محبتش، به خاطر مهربانی و نیکوییشه که مردم به دنبال او میرن. و رهبر کسی است که بر زندگی دیگران و محیط خودش تأثیر میذاره، اول رو زندگی خودش و بعد همسرش، بچه‌هاش و دنیا. در این قسمت ما میخواییم راجع به رهبری مردان در خانواده صحبت کنیم که یک مرد در خونه باید چجوری باشه و چگونه رهبری کنیم. اصولی رو با هم مطالعه میکنیم، ولی کلید اصلیش اون اصولی بود که در رابطه زناشویی با شما گفتیم، اینه که در خانه و خانواده مرد مثل عیسی مسیح رفتار کنه. که امروز این اصول رو بیشتر باز میکنیم که در قسمت رهبری چه خصوصیات رو نیز باید این فرد، این مرد داشته باشه. خداوند به مردان وظیفه و مسئولیت خاصی رو داده برای رهبری قسمتی از ملکوت خودش. عزیزان چقدر این برکت داره، این لغت، این جمله. خدا این لیاقت رو به ما داده که قسمتی از ملکوت او را رهبری کنیم، هدایت کنیم و افراد رو به خصوص خانوادهمون رو به آن طرف ملکوت آسمانی ببریم. اگر در این کار امین باشیم و این خانه خود را که کلیسای خداوند هست درست رهبری کنیم، خدا اجازه میده از طریق شما مردان تعداد زیادی وارد ملکوت بشن و خدا اجازه میده به قسمت‌های بزرگتری از ملکوت او شما وظیفتون رو بالاتر میاره و مسئولیتتون رو بالاتر میبره و کمکتون میکنه که در کارهای بزرگ پیشرفت کنید. به این اصول توجه میکنید. در مورد رهبری مرد خدا در خانه و عمل کرد او، اصولی رو از کتاب مقدس یاد میگیریم. شماره 1، مرد خدا مسئولیت رهبری و هدایت خانواده رو به عهده داره. این وظیفه رو داره که خانواده خودش رو هدایت کنه، رهبری کنه. در این مورد ما میدونیم که خود خدا شبان نیکوست. میدونیم که حتی موقعی که خود او به صورت جسم روی زمین آمد، خود را شبان نیکو معرفی کرد. میخوایم از این شبان نیکو یاد بگیریم که چگونه گوسفندان خودش رو هدایت میکنه. آیاتی رو که میخوام بخونم، بیشتر شما مسیحیان حتی حفظ هستید. ما باید از شخصیت خدا که شبان نیکوست یاد بگیریم که چگونه گوسفندان خودش رو به مرتع‌های سبز هدایت میکنه. باید بدونیم که خدا به خاطر شخصیتش با ما چجوری رفتار میکنه و چگونه ما رو رهبری میکنه. اگر دوست داشته باشید با هم مزمور 23 رو مطالعه میکنیم و اصول رهبری که یکی از اونها هدایته، در این آیات رو نگاه میکنیم. کلام خدا در مزمور 23 میگوید خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند. جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. شخصیت خدا اینه که ما رو هدایت کنه، از جایی که هستیم به جایی که مرتع سبزه، از سختی، مشکل، درد بیرون بیاره. یک مرد خدا در خانه میبایست مثل این شبان نیکو رفتار کنه، حتی آماده باشه که جانشو برای گوسفندانش بده.
مانند اون شبان نیکو که حاضر با خرس ها و شیرها بجنگه تا اینکه گوسفندانش مورد لطمه قرار نگیرن، ولی در این حال اونا رو هدایت میکنه، از جاهای سخت، از مشکلات بیرون میاره و به مرتع‌های سبز میبره. میگه نزد آبهای راحت رهبری میکنه، جایی که آرامشه. مرد خدا میبایست در خانه آرامش بیاره، مرد خدا میبایست عزیزانش و همسرش و بچه هاش رو مانند این شبان نیکو به راه‌های عدالت رهبری کن. راه‌های عدالت یعنی اگر دارن اشتباه میکنن، مشکل دارن، با نمونگی بهشون نشون بده که رابطه درست چیه، با نمونگی نشون بده کار درست چیه. را نره بگه من دارم شما رو هدایت میکنم، شما از من بشنوید، هر چی میگم بکنید نکنید، بکنید نکنید. نه، بلکه با نمونگی خودش جلو میفته و بعد خانواده او را به خاطر اینکه نمونه است پشتیبانی میکنن و اطاعت میکنن. به خاطر همین ما باید از شخصیت خود شبان نیکو یاد بگیریم که حتی در آیه بعدی میگوید چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید. یعنی حتی اگر در سختی و مشکلات و حتی در مرگ نیز بیفتن و سختی براشون بیاد، شما به عنوان مرد خدا وظیفه داری که خانوادت رو به جاهای نیکو هدایت کنی، براشون فکر کنی، اندیشه کنی، مانند شبان نیکو طوری براشون فراهم کنی که محتاج به هیچ چیز نداشته باشن. نه به قدرت خودت برادر عزیزم، هموطن عزیزم، بلکه به قدرت روح خدا. یکی از اصول دیگری که ما مردا باید یاد بگیریم تا به عنوان رهبر روحانی خانه باشیم، خانوادمون باشیم، اینی که بدونیم که ما انتخاب شدیم که مثل مرد خدا که یعنی باید باشیم شبانی خانوادمون رو بکنیم، که در اون اصول یک یاد گرفتیم مثل شبان نیکو ما باید شبان خانواده باشیم و باید طوری زندگی کنیم که در رابطه مستقیم با خدا طوری قرار بگیریم که اراده خدا رو برای خانوادمون بدونیم. عزیزان باید بدونیم که خدا برای خانواده ما، اولا برای خود بنده و برای خانواده من، چه مسیری داره، میخواد ما به کجا بریم، از نظر کلی ما چی کار بکنیم، چه رویایی داره، چه برنامه‌ای داره، چه هدفی داره. ما همینجوری نیم و بریم فقط صبر کنیم که دنیا ما رو کنترل کنه و موقعیت‌ها زندگی ما و بچه‌های ما رو کنترل کنه. نه، اراده پدر رو بدونیم، اراده خدا رو بدونیم و طبق اون اراده زندگی کنیم. در کتاب مقدس آیه‌ای هست در متی فصل 6 آیه 9، این کلام رو شما بیشترتون حفظ هستید، دعای ربانیه، فصل 6 آیه 9 که میگه ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. یک مرد خدا که میخواد خانوادش رو رهبری کنه میبایست کاملا با آسمان وصل باشه، در ملکوتش رو بخواد، ملکوت خدا رو بخواد و بخواد اراده پدر رو روی زمین پیاده کنه، اراده خدا رو راجع به خودش و خانوادش بدونه. حالا میپرسید اولا خود من چگونه اراده خدا رو برای خانوادم بدونم؟ کلام خدا رو بخونید عزیزان. کلام خدا اراده پدر رو برای شما و برای همسر و بچه های شما مستقیم اعلام میکنه. اگر در رازگاهان بمونید، اگر در دعا بمونید و از خدا بشنوید، خدا دقیقاً برای شما دیکته خواهد کرد که برای شما، همسرتون و برای بچه‌هاتون چی دارم. چقدر خوبه بدونیم که اراده پدر برای من و خانوادم چیست و خانواده رو در اون مسیر هدایت کنیم تا اراده او در زندگی ما کرده شود. این اصول دو رهبریه که میبایست باور کنیم و طبق اون زندگی کنیم. یکی دیگر از اصول رهبری مرد خدا در خانواده، تشخیص اراده خدا برای تک تک افراد خانواده است. شماره 2، تشخیص اراده خدا برای کل خانواده است. و شماره 3، برای تک تک افراد، که بدونیم که خدا برای تک تک افراد، حال همسر من چه اراده‌ای داره، چه مسیری داره، کجا میخواد او رشد کنه، در کجا باید قرار بگیره، چه وسیله‌ای هست که او رو بتونه به اون
محل برسونه، تو خاندگیش چیه، تو کار و زندگیش باید چیکار کنه، بچه هامون همینجور، خدا برای اونها چی خونده، برای اونها چی داره، برای تک تکشون فکر کنیم، اندیشه کنیم. مثل خدا، خدا برای همه ما فکر داره. در کلام خدا میگوید در ارمیا فصل 29 آیه 11 میگوید زیرا خداوند میگوید فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی میباشد نبدی تا شما را در آخرت امید بخشم. این کلام خداست. خدا برای تک تک ما فکر داره، اندیشه میکنه و میدونه و میخواد همین شخصیت رو تو ای مرد خدا در خانه داشته باشی، برای همسرت فکر کنی، از خدا بگیری، حکمت بگیری و بدونی که اراده پدر برای همسرت مخصوصاً چیست، برای بچه ها چیست، نه به طور کلی رویا برای همه خانواده، بلکه برای جز جزشون. آینده فرزندتون چیه، برای اون چه کاری باید بکنه، تو زندگی باید چجوری جلو بره، چه درسایی باید بخونه، چقدر از نظر روحانی باید جلو بره، در رابطش با دیگران چجوره، خداوند برای او چه نقشه ای داره. شما بگیرید و اون رو اعلام کنید و باشه که با فرزندانتون و همسرتون دعا کنید و در این دعا اراده پدر رو برای تک تک عزیزانتون دریافت کنید. باشه که تو زندگی بچه هاتون شما بتونید کلام نبوت بگید. مرد خدا باید از آسمان بشنوه و برای همسر و بچه هاش کلام نبوت داشته باشه، کلام بنا کننده، کلام تشویق، کلام نصیحت، کلامی که اونا رو در اون مسیری که باید برسن هدایت کنه. این اصولیه که باید شما رعایت کنید. در اصول رهبری یک مرد خدا در خانواده میخوایم قسمتی رو بررسی کنیم که در عملها و عکس العملهای ماست. یک مرد خدا در خانواده خودش شروع کننده است. به انگلیسی میشه اینیشیاتوره. خودش شروع میکنه. قبل از اینکه کاری باید انجام بشه خودش فکر میکنه، خلاقیت از آسمان میگیره و برای خانوادهش میاره و اونها رو هدایت میکنه، رهبری میکنه. نمیشینه که از این ور اون ور این چی میگه اون چی میگه. مثلا البته مشورت میکنه ولی منتظر نیست مردم بهش یاد بدن، برای که میره میپرسه و یاد میگیره. منتظر نیست یکی بهش بیاد بگه آقا شما چرا این کارو نمی‌کنی، چرا تو محل تجارتت این کارو نمی‌کنی، چرا تو خونه‌ت اینو نمی‌کنی. خود او میره و اون کارها رو جستجو میکنه، مشورت میگیره و شروع میکنه، روش دعا میکنه تا بتونه شروع کننده باشه. و او عمل کننده است. لغتی است به انگلیسی یعنی پرواکتیو، یعنی روی عکس العمل‌ها ریاکت نمی‌کنه بلکه پرواکتیو، یعنی خودش شروع میکنه به عمل کردن اون کار. اگر ایده ای داره، فکری داره، همسرش داره، بچه هاش داره، شروع میکنن دعا کردن و اون ایده رو پیاده میکنه. آدم پسیوی نیست. این لغت پسیو رو خیلی ما شنیدیم که در ایران هم معروفه. بعضی وقتا میگفتن، بعضی از خانم ها میگن و میخوان غیبت کنن از شوهرشون، میگن بابا شوهر من پپه است. شاید این رو شنیدید، ولی نه، نمیخوایم ما پپه باشیم، نمیخوایم پسیو باشیم، نمیخوایم که بشینیم که دیگران بگن چرا این کارو نمیکنی. بعضی وقتا ما تنبل میشیم. آقایون گوش بدید، واقعا بدونید خدا برای تنبلی به اندازه 31 فصل در امثال سلیمان صحبت کرده که آیات زیادی راجع به تنبلی و کاهل بودن هست که میگه کاهل نباشید. حتی آیاتی هست که کلام خدا در فصل 24 از آیه 30 تا 34 میگه در امثال سلیمان، حتی میگه که من از یه تاکستانی گذشتم که آدم کاهلی اونجا زندگی میکرد. من براتون تفسیرش میکنم. میگه اینقدر کار نمیکرد، تنبلی میکرد، خار و خس در اونجا رویانیده بود، دیواراش هم شکسته بود و میگه من اون رو نگاه کردم و یاد گرفتم که این کار رو نکنم. یادتونه که به ما میگفتن ادب رو از کی آموختی؟ از بیادبان. نذارید ما کسی باشیم که مردم بیادبی رو از ما یاد بگیرن. مبادا کاهل باشیم، مبادا تنبل باشیم، مبادا فقط وایسیم که یه اتفاقی بیفته ما یه ریاکشنی نشون بدیم، حالون که برای انجام کار، برای کارهای نیکو ما پرواکتیو باشیم. نذارید که معروف بشید با آدم تنبل. و مبادا، یک لغت دیگه در انگلیسی هست که خیلی قشنگه به نام پروکاستینیتر، یعنی که همه کاریو به عقب میندازن، هر چیزی میشه رو حالا باشه فردا،
همسر میان بچه‌ها میگن بیا بابا اینو تو خونه درست کن، حالا باشه فردا بریم، حالا مسافرت، حالا باشه سال دیگه. مبادا من و شما اینجوری زندگی کنیم. مرد خدا خودش اینیشییت میکنه، مرد خدا از خدا میگیره، از آسمان میاره و به همسرش میده، به بچه‌هاش میده، البته باشون هم مشورت میکنه، زور و اردن و هم بردن هم نیست، میاد و با اونها مشورت میکنه و از مشورت اونها میگیره و اون کاری رو که باید درسته انجام میده. شماره 5، مرد خدا به وسیله نمونگی خانواده خودش رو رهبری و هدایت میکنه. این اصولیه که در تمام درس‌های رهبری برای ما شماره 1 بوده، ولی خب اینجا در این قسمت دوباره باز میکنیم. مرد خدا باید نمونه باشه و مثل مسیح رفتار کنه در رابطهش با همسرش و بچه‌هاش در خانه. باید در صداقت و راستی باشه، باید با محبت باشه، باید با فداکاری و از جان گذشتگی باشه، باید واقعا در راستی کامل باشه. ما به عنوان شبانان خانه هستیم، ما باید درست مثل شبانان رفتار کنیم. اگر ما میگیم فقط شبانان کلیساها باید رفتار کنن، نه، ما به عنوان مردان شبانان خانه هستیم و باید در اون راستی و صداقت باشیم و ما با رفتار و زندگیمون بچه‌هامون از ما یاد میگیرن، حتی همسرمون هدایت میگیره و یاد میگیره از ما. مثلا اگر کسی به شما زنگ میزنه و شما خسته اید یا نمیتونید تلفن رو جواب بدید، نگید به بچه‌تون که بگو بابا نیست. این اصلا راستی رو ایجاد نمیکنه، اصلا بچه داره یاد میگیره از شما بدون اینکه اصلا تعلیمی بهش بدید که دروغ چیه، راست چیه. کاملا این غلط در فکر او نقش میبنده و باید ما نمونه باشیم. این مثال خیلی ساده بود، در تمام جزئیات زندگی ما باید نمونه همسر و بچه‌هامون باشیم تا اونها در این راستی ما رو ببینن، صداقت ما رو ببینن و همین جور که اونها رو می‌خوایم در یک مسیری هدایت کنیم، نه این باشه که فقط حرف بزنیم، بلکه برای هر کاری که میگیم خودمون پیش قدم باشیم و بکنیم. فرض کنید می‌خواید منزلتون رو تعمیر کنید، میخواین یا یک کاری تو خونه انجام بدید یا حتی یک کارهایی تو خونه باید انجام بشه، شما نگید همسرم بکن، بچه‌ها برین کارتون رو بکنید. چطوره؟ شما لباستون رو عوض کنید، کمرتون رو سفت ببندید، بگید حالا من اومدم دارم اینجا رو جارو میکنم خود بنده و بقیه بیان با شما کمک کنن، اینجا رو دارم رنگ میزنم، شما بیاین با من رنگ بزنید. و اگر هم نیومدن ناراحت نباشید، با نمونگی شما و صبر شما اونها نیز دونه دونه شون یاد میگیرن. کلام خدا آیه ای هست در اول پتروس فصل 5 آیه 3، برای شبانانه، ولی ما نیز گفتیم الان شبان خانه هستیم و ما باید به همین صورت در خونه عزیزانمون رهبری کنیم و نمونه باشیم. کلام خدا میگوید نه چنان که بر قسمت‌های خود، حالا قسمت ما کجاست؟ خانه و خانواده‌مونه، خداوندی بکنید، بلکه به جهت گله، حالا گله کیه؟ همسر من و بچه‌های من. میگه به جهت گله نمونه باشید. بله، من و شما نمونه کامل مسیح در راستی، در نیکویی، در اصلا روش زندگی، در تعادل روحانی که همسر و بچه‌های من بتونن به من و به شما نگاه بکنن. شماره 6، مرد خدا در خانوادهش روحیه مثبت داره و به خانواده خودش روحیه میده و همیشه در مسائل طوری رفتار میکنه که جو مثبتی رو در خونه ایجاد میکنه. ما باید طوری زندگی کنیم و طوری وارد خونمون بشیم روزها اگر از کار برمیگردید که پر از روح القدس، پر از نیکویی، پر از مثبت بودن. کلام ما باید کلامی باشه بنا کننده، کلام ما باید مثل نبوتی باشه، همونجوری کلام خدا راجع به نبوت صحبت میکنه، برای بنا، برای نصیحت، برای تسلی. قبل از اینکه وارد خونه بشید و از کار اومدید، خسته اید، فشار بر روی شماست، یه دقیقه تو ماشین صبر کنید و دعا کنیم. این خداوندا تمام بار نگرانیمو، بار سختیامو رو دوشت میذارم، الان من از روح القدس پر کن و اجازه بده فکر من بر افکار من مثل افکار تو بر نیکویی کاملا متمرکز بشه و من طوری میرم که زبانم زبان نیکویی باشه و خانوادم رو بلند کنم.
اگر محیط خرابه، اگر جو خرابه، اگر همسر من سختی و مشکل شاید جسمانی داره، روحی یا روانی داره یا خانوادگی داره، من بتونم به مثبت صحبت کنم. اگر بچه‌هام درد دارن بتونم مثبت صحبت کنم، از کلام خدا بهشون بدم. و اگر همسر من میاد سختی و درد داره و شاید حتی میاد حتی از به اشتباه غیبت میکنه، من کلام مثبت به او بگم و او رو از این گناه بیرون بکشم. باشه که ما به این صورت صحبت کنیم، بنا کنیم و حتی نبوت کنیم. چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به شرطی که وقتی زبان ما درست میشه، وقتی حرفای ما درست میشه، وقتی ما مثبت هستیم، که فکر ما عوض بشه. ایزان در کلام خدا در فیلیپیان فصل 4 آیه 8 میگوید ای مردان، میگه خلاصه ای برادران، من میگم ای مردان خدا، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر متی که بوده باشد، در آنها تفکر کن. قبل از اینکه وارد خونت بشی در این چیزهای مثبت تفکر کن، در چیزهایی که عادل نیکوس فضیلت تفکر کن، تا موقعی که وارد میشی روحیت روحیه مثبت باشه و خونت رو جوش رو عوض کنی، اگر در سختی و ناراحته در شادی و پیروزی قرار بگیره. شماره 7، مرد خدا باعث میشه که خانوادهش به صورت یک تیم رفتار کنه، همه یک پارچه باشن. در افسوسیان فصل 4 آیه 3 میگوید سعی کنید ای مردان که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید. یعنی اجازه بدید که خانواده شما به هم متصل بشن، در روح یکی بشن. میگه با رشته در رشته سلامتی نگه دارید، یعنی صلح و سلامتی رو تو خونه بیارید، اونها رو هدایت کنید که با هم یک تیم باشن. و وقتی یک تیم هستن به اندازه کافی گل میزنن، به اندازه کافی پیروز میشین شما وقتی متحد باشید. برای همین کلام خدا خیلی ما رو تشویق میکنه در این یک بودن و یکی بودن. ای رهبران خانه، ای مردان خدا، از کلام خدا میشنویم مزمور 133 رو اگر یادتون باشه، که مزمور بسیار معروفیه، که میگه اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلی با هم ساکنند. میگه مثل روغن نیکوست بر سر است که به ریش فرود میآید. اجازه بدید که شما با نمونه بودن، با پری روح القدس، با ریختن اون مس آسمانی رو سر شما، برید تو خونه و یگانگی و وحدت رو با خانه، با همسر و با بچهاتون ایجاد کنید. اجازه بدید شما کسی وقتی نگاهتون میکنه، شما و همسر فقط نه، شما و همسر و بچهاتون یه پارچه، یک نفر رو ببینه. درست مثل یک لشکر قوی شما رهبر خانه هستید عزیزان. پس این اتحاد رو در نیکویی متحد بشید، نه در بدی. نرید بشینید با هم دیگه برای یه نفر غیبت کنید، بگید ما هممون متحد هستیم با فلانی، اصلا ما دشمنیم، بدمون میاد. نه عزیزان، من راجع به این صحبت نمی کنم. متحد بشید در کار نیکو، متحد بشید در دعا کردن برای مردم، متحد بشید که مردم وقتی شما رو میبینن طرز فکر شما یکیه، همتون همتون میدونید کجا میرید. شما که رهبر خونه هستید چنان تعلیمی دادید که بچه‌هات و همسرت میدونن با شما در مسیر نیکو و در راه پیروزی دارن قدم میزنن. مردان خدا، برای اینکه اون خدمت رهبری رو در خانه، هدایت رو از خدا یاد بگیریم، اصولی رو از کلام خدا با هم مطالعه کردیم، یاد گرفتیم که یک رهبر خانواده خودشو مثل یک شبان نیکو هدایت میکنه به زمینهای مرتعهای سبز و به آبهای راحت. یاد گرفتیم که اراده خدا و رویای خدا و هدف خدا رو برای کل خانوادهش میدونه. یاد گرفتیم شماره 3 اینه که برای تک تک اعضای خانوادهش میدونه که خدا برای اونها چی میخواد و اراده پدر برای تک تک بچه‌هاش و همسرش چیست. یاد گرفتیم که شخصی پرواکتیو، عمل کننده، اینیشیاتر، یعنی خودش شروع میکنه عمل کردن و پسیو نیست. یاد گرفتیم که مردی است نمونه، نمونه کامل، نمونه صداقت، نمونه مسیح در خانه.
یاد گرفتیم مردی است که محیط خونه اگه جوش خرابه، خشم و سختی و درد و ناراحتی جو عوض میکنه، جو با پری روح القدس خودش عوض میکنه. و یاد گرفتیم مرد خانه مثل کپتن خونه مونه، کپتن فوتبال هست عزیزان، تمام تیم رو رهبری میکنه که گلهای زیادی بزنن. باشه که وقتی شما به مسافرت میرید مثل یک تیم، مثل یک خانواده نیکو برید و همه متحد باشید. در هر جا وارد میشید مثل خانواده، وقتی وارد میشید تمام مردم شما رو یک نفر ببینن. اگر این اصول رو باور دارید، به عنوان مرد خدا بگید خداوند من باور دارم، میخوام طبق اون زندگی کنم، این مسئولیت رو به من دادی، این قوت و این کلام رو به من دادی، پس میخوام در زندگی عمل کنم، با من دعا کنید. خداوند شکر میکنم برای این کلام شیرین تو که در تمام جزئیات زندگی ما را هدایت میکند و به ما یاد میده که در آن مقامی که برای ما مقام شبانی خانه ما قرار بگیریم، ما را در آنجا تو قرار میدی. کلام تو میگوید اگر کسی نتواند اهل خانه خود را تدبیر کند، چگونه میتواند در کلیسای تو رهبری کند؟ خداوند دعا میکنم نه تنها برای خودم بلکه برای مردانی که دارن با من دعا میکنن، ای روح القدس بیا و ما را تبدیل کن مثل اون شبان نیکو، تبدیل کن مردانی نمونه، تبدیل کن که صدای پدر را بشنویم، تبدیل کن که اراده خدا را دریافت کنیم، تبدیل کن که برای همسرانمون و بچه‌هامون نمونه باشیم، برای اونها دل سوزی کنیم و نمونه کامل مسیح، عشق مسیح رو وارد خونه کنیم، جنب خونه رو عوض کنیم، خونه رو محیطی شاد، پر از شادی و پر از آرامش کنیم. خداوند ممنونم که اجازه میدی من و همسرم و بچه هام یک پارچه و یک تیم باشیم. تشکر میکنم، دعا میکنم روح تو از طریق همین ویدیو وارد قلب و زندگی این مردان شود و آنها رهبرانی نیکو برای تو و ملکوت تو باشند. به نام عیسی مسیح، آمین.